بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان از ارجمند، هموطنان گرامی، سلام بر شما، وقت شما بخیر. انشالله که حالتان خوب باشه، در صحت و سلامتی کامل باشید. خیلی خوشحال هستم که در پایان هفته روز پنجشنبه در خدمت شما عزیزان هستم با یکی دیگر از برنامه های روی خط زندگی در یک ساعت پیش رو. انشالله در کنار یک دیگر هستیم و طبق معمول همیشه در خصوص یکی دیگر از موضوعات پر اهمیت صحی و سلامتی عنوانی را در نظر گرفتیم که مطابق با فصل خزان است، که انشالله بتونه برای همه ما مفید واقع شود. به برنامه روی خط زندگی خیلی خوش آمدید. دوستان عزیز ارجمند، در آستانه فصل سرما هستیم. نسبتاً هوا یک مقداری از طریق شبها سردتر شده و فصل خزان برای بسیاری از ما یادآور لباس گرم، چای داغ، نوشیدنی های داغ و تفریحاتی است که بیشتر در طبیعتی هست که رنگ دیگری برای خودش گرفته و میشه گفت زیبایی های وصف ناپذیری داره. برای همگان اما اینگونه نیست. در مقابل تمام این زیبایی ها هستند کسانی که به شدت از فصل خزان هراسان هستند و با شروع فصل خزان برای عده‌ای از افراد حساسیت هایی شروع میشه. آلرژی هایی نسبت به این فصل وجود داره که همراه با خارش هست در ناحیه بینی، در ناحیه چشم، آبریزش چشم و بینی هست، حساسیت های پوستی است که میتونه از مطلوبیت این فصل برایشان کمتر کنه. خب دوستان عزیز و ارجمند، تغییراتی که در فصل خزان به وجود می آید باعث میشه که این افراد آلرژی و حساسیت داشته باشن و برای مدتی یا حتی تا پایان فصل خزان درگیر این حساسیت های فصلی هستند. ما می خواهیم امروز بیشتر در رابطه با این حساسیت ها و آلرژی ها صحبت کنیم که چگونه هستند، چند دسته هستند و دلیل به وجود آمدن چنین حساسیت ها در وجود ما چه چیزی میتونه باشه و آیا این حساسیت ها برای سلامتی ما خطرناک هستند یا خیر. همه اینا موضوعاتی است که انشالله بتونیم امروز در برنامه خود برایشان جوابی ارائه کنیم. میهمان گرامی ما دکتر صبح هاشمی هستند. ایشان متخصص داخله عمومی و خوشبختانه در کنار ما هستند. خوب است که در نخست با ایشان هم عرض ادبی داشته باشیم و انشالله مفصل در رابطه با موضوع امروز برنامه در خدمت شما بزرگواران هستیم. سلام بر شما دکتر صبح، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم. سلام بر شما و بینندگان عزیز. دکتر انیف هستم، متخصص امراض داخله. انشالله امروز درباره موضوعات حساسیتی و آلرژی خدمت دوستا هستیم. بله، زنده و سلامت باشین، بسیار خوش آمدید و من خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستم و بتونیم انشالله یک پکیج کامل صحبت و گفتگو، البته معلوماتی بیشتر در رابطه با این حساسیت ها برای بینندگان عزیز خود تقدیم کنیم. بعضی از هموطنان ما در فصل بهار این حساسیت ها را تجربه میکنن، بنابر اینکه بسیاری از درختان شکوفه میزنن، گل ها شکوفه میزنن و تغییرات نسبی آب و هوایی هم خودش باعث میشه که این حساسیت ها برای افراد شکل بگیره. در فصل خزان هم همین گونه است. وقتی این تغییر آب و هوایی شکل میگیره برای بعضی ها حساسیت برانگیزه و ناخوشایند میکنه زیبایی های فصل خزانه. دکتر صبح، میتونیم بگیم که حساسیت هم یک نوعی از آلرژی های بسیار خطرناک هست؟ اصلا چگونه یک عمل کردی هست، چگونه یک وضعیتی هست در بدن ما و چه رابطه با محیط داره؟ بفهمید. نهایت تشکر. قسمی که شما اشاره کردید، آلرژی و حساسیت، طبعا یک وضعیتی است که انسان ها در محیط بیرون مواجه هستند با این حساسیت ها و آلرژن ها، یا اگر واضح تر بگویم منبهات، که به اصطلاح انگلیسی تریگرز میگه. خب این منبهات وقتی که انسان ها مواجه میشن با ایشو، باعث یک نوع حساسیت خاص میشه مقابلش.
خب کوش میکنیم که اساسیت هم در این تعریف کرده باشیم بهتر عامیانه باشه. وقتی که یک انسان الرژن یا امی منبهات میگیره یا از طریق بینی یا از طریق چشم که زیادتر مواجه با محیط است، زودتر عکس عمل نشان میدن، یا از طریق پوست عکس عمل های جلدی، حساسیت های جلدی، حساسیت های دماغ، بینی، حساسیت های خود غشای چشم که زیادتر به این مواجه هستن، باعث عکس عمل شدید معافیت یا ایمیونیتی خود بدن انسان است که البته او را بیگانه میپنداره و در مقابلش عکس العمل است، واکنش نشان میده که ما این را باز وقتی که در محیط های مختلف آوتدور یا ایندور یا داخل خانه یا خارج خانه میگیریم، ارتباط به موسم سال هم است که بدن با او روشنی میاندازه، باعث بروز عکس العمل ها یا به قسم سرخی چشم یا بینی دماغ ما که وقتی که همی الرژن از طریق دماغ انشاق میکنیم از طریق بینی، ریزش های بینی، ریزش های دوامدار، وقفه‌ای، آبریزی، بالاخره بندش بینی، احتقان یا جمع شدن خون در اونجا، پوندگی خود غشای مخاطی که اصطلاح عامیانه بهتر بگیم، بندش های بینی به وجود میاد، بالاخره حتی با پیشرفت اگر شخص مساعد باشه به الرژن های منبهات میتونه باعث اسما حتی نفس تنگی نزد اشخاص شوه، به این ترتیب پوست هم عین عکس العمل نشان میده وقتی که از لحاظ وظیفوی یا از لحاظ از اینکه ما یک جای مواجه هستیم، عین عکس العمل پوست هم میگیره که به قسم اورتیکاریا یا پت میگیم ما شما بروز میکنه یا به قسم عکس العمل های مختلف جلدی بروز میکنه که میره منبهات، بله، منبهات غیر نرمال یا بیش از حد وجود انسان توسط معافیت با تریگرز یا منبهات بیرونی، این می حساسیت است. و برای افرادی که دچار حساسیت میشن سیستم دفاعی بدنشان یا عملکرد دفاعی بدنشان آیا ممکن هست که ضعیف‌تر بشه؟ چون ما ممکن هست که از بین 100 نفر مثلا یک نفر رو پیدا کنیم که دچار این حساسیت های فصلی در فصل بهار و خزان شده. چه تفاوتی میان عملکرد بدن اینا و اون سیستم دفاعی بدن اینا با سایر افراد است که اینا بیشتر بدنشان مستعدتر هست در برابر این حساسیت های فصلی؟ بسیار یک موضوع مهم اشاره کردین. خب حساسیت ها یا عکس العمل وجود انسان در مقابل منبهات یا در مقابل ادویه یا هر الرژنی که منبهی که به وجود می از شخص به شخص دیگر فرق میکنه که در اینجا میشه ژنتیک یا عوامل ارثی رام دخیل باشه البته و عواملی که خود وجود انسان یعنی امو معافیت یا ایمینیتی انسان در مقابل الرژن به وجود میه، دهی هم رول داره که هر شخص نظر به مو میکانیزم وجود خودش در مقابل امی الرژن از خود حساسیت نشان میده. واضح است که بعضی افراد اصلا در مقابلش اصلا حساسیتی وجود نمیشه باشه، بعضی افرادش است که از لحاظ ژنتیک یا ارثی در نزدش امی حساسیت ها به وجود میاد، بعضی اشخاصی هستن که توسط گرفتن دواهای دوامدار یا که مریضی های مزمن دارن امی اساسیتشان چیز میشه، تریگرز یا تنبیه میشه در مقابل امی منبهات از خود عکس العمل های مختلف نشان میده. یعنی عوامل بیرونی، عوامل داخلی خود وجود انسان و عوامل ژنتیکی همش در این دخیل هستن. بله، تشکر، زنده و سلامت باشون. دایتر صاحب، تفاوتی میان این اساسیت های فصلی در فصل خزان و بهار وجود داره یا صرفا تغییرات و تنوع آب و هوایی و محیطی میتونه یک عامل مؤثر در بروز حساسیت های فصلی باشه؟ بسیار خوب، ما که میگیم حساسیت های فصلی، یک شخص مثلا حساسیت فصلی داره به ایمانه که در فصل بهار یا در ماهای حمل و ثور وقتی گردافشانی میشه در نباتات، مثلا همی پولن یا همی گرده نباتات، یا مثلا تابستان همی تاور در ماهای میزان و عقرب، گرد و خاک، سموکی که به وجود میاد بعدا در ماه های خزان و زمستان، ای یام یک علتش هست که بعضی ها امو اساسیت
مشخص در مقابل یک مثلا نوعی از پولن داره یا گرده داره. او گرده مثلا در زمستان است، در فصل بهار است، ولی در فصل خزان نیست. ولی برعکس یک شخص میشه که امی پولن در مقابل از این پولن یا امی گرده در زمستان هم از خود حساسیت نشان بده. او باز ارتباط به مو محیطی است که او زندگی میکنه. بعضی حالت ها طبیعت هم خودش باعث بروز حساسیت میشه. مثلا بادی که از یک جای میوازه به صدها مایل میشه امو پولن از یک جای به دیگه جای انتقال بده، او شخص در مقابلش حساسیت پیدا بکنه. میشه در زمستان باشه در حالی که او شخص در مثلا فصل بهار از خود حساسیت نشان داده. میشه که داخل اندور باشه، یعنی داخل خانه او امی حساسیت بر خود ازش بروز بکنه. اونو حساسیت که در مقابل مثلا یک پشم حیوان در بیرون داره، اونمو پشم حیوان میشه که از او مثلا یک فرش ساخته باشه داخل خانه هموار کرده باشه، در زمستان هم میشه در مقابل از او حساسیت از خود نشان بده بدون اینکه او مواجه با بیرون شوه. پس امی عوامل، عوامل که در تغییرات که در طبیعت میایه، مثلا امی تحولات که در طبیعت میایه، یا امی الرژن یا امی منابعی که یک حیوان مثلا انتقال میکنه، یا ای که مثلا میتونه بگیم که ما این دور در داخل خانه هستیم، زمستان است، یک کسی مثلا پشک نگاه میکنه یا مثلا مواشی نگاه میکنه یا حیوان نگاه میکنه، خانگی به اصطلاح، اونمو باعث امو حساسیت میشه. یعنی مو الرژن یا پولن در پوست خود میاره داخل اتاق و او شخص در مقابلش حساسیت از خود نشان میده. یعنی حتما باید یک رابطه دوگانه باشه بین فرد و اجتماع، یعنی بدون اجتماع و او تغییرات محیطی و عواملی که مثلا در درخت ها پدید میاد، مثلا در فصل بهار رویش مجدد درختان و شکوفه ها و در فصل زمستان هم ریزش برگا، ممکن هست که فقط امی یک دلیل مؤثری باشه برای ایجاد حساسیت. چون ما در جامعه خیلی از افراد میبینیم که مثلا حساسیت به رنگ دارن، حساسیت بله، حتی به بوی چوب دارن، حساسیت به قول شما به حیوانات خانگی و همه و همه اینا یک حساسیتی است که برای فرد خیلی میتونه هراسان باشه. بله. یعنی در کنار این حساسیت های محیطی سایر حساسیت ها میتونه داخل باشه یا صرفا به نوعی یک رابطه مستحکم با محیط زیست است؟ بدون شک قسمی که شما فرمودین رابطه مستقیم و مستحکم با محیط است. بله. و بر علاوه امی محیط که یعنی امی باعث از این حالت میشه که من پیشتر اشاره کردم که مثلا میشه در هوای مثلا در یک محیط بسته ما باعث اساس شدن امو چیزی که امو منابعی که از هر طریق آورده باشه ما باعث بروز مشکل بر ما شود. یعنی هم محیط میتونه هم مثلا خود ما مواجه به مو پولن شوی. میشه که در تابستان مثلا یک در خزان ببخشید یک برگریزی صورت میگیره، یک پولن انتشار میکنه، یک شخص اگر مواجه به مو حالت شوه باعث حساسیت میشه. حوالی میشه که یک چیز دیگه مثل که ایوان پیشتر اشاره کردیم باعث انتقال از این حساسیت شد، یا مثلا حساسیت ها مشخص ما به طبیعت نمیکنیم کسی که شما عرض کردین. حساسیت میشه مثلا رنگ باشه، همین مولکولایی که به حساب رنگ به وجود میاره در هوا و در هوای بسته این دور یا او دور هر اصلاحی که هست میتونیم این را بگویم، یا مثلا وقتی که جارو میکنیم داخل اتاق طبعا از پشم حیواناتی که پوست حیواناتی که مثلا قالینی که ساخته شده یا هر گردی که هست از هر میشه از اون حساسیت البته بگیریم، و یا ای که حساسیت داریم قبلا باز هم باعث بروز مشکل اساسیتی ما شود. یعنی امی عوامل بیرونی و خارجی در مجموع محیط، خود انسان ها، مواشی، اشیاهای البته مواد کیمیایی، همش در با وجود آوردن حساسیت کسایی که به حساس هستند بسیار رول دارند. بله، تشکر، زنده و سلامت باشون دکتر صاحب. اگرچه به صورت فهرستوار اشاره‌ای داشتین که از شایع‌ترین نشانه‌هایی که نشان می‌ده فرد دچار حساسیت‌های فصلی شده آبریزش چشم و بینی، خارش در نواحی مختلف صورت و بدن هست، ممکن هست که گرفتگی‌هایی هم حتی در صدا ایجاد شود و گلو مورد اذیت و آزار قرار بگیره. مشخصا به صورت علمی‌تر و اون نگاه جامع‌تری که وجود داره بفرمایید که فردی که دچار حساسیت فصلی میشه
چه علایم و نشانه هایی داره در کنار این مواردی که شما ذکر فرمودید؟ بسیار خوب، قسمی که شما هم اشاره کردیم و ما هم در بالای صحبت های خود اشاره کردیم، وقتی که انسان مواجه میشه به این الرژی یا قبلا در مقابل امی الرژن یا امی منبعی که اساس هست اساساتی به وجود آورده باشه، اون نظر به مو ارگانی است که حساس است، نظر به مو هر ارگان اعراض و علائم مختلف از خود نشان میده و به ای که به درجه ای ارتباط هم میگیره به درجه معافیت یا ایمیونیتی که خود انسان در مقابل از او اساس است، به اون اندازه اعراض علائمش بلند میره یا مثلا در حد آفست خود میباشه که میشه البته با تجویز یک آنتی هیستامین یا مثلا ادویه ضد حساسیت خوب شود. در صورتی که شخص از طریق دماغ گرفته باشه، قسمی که شما گفتین، در صورتی که یک اساسات ها پیشرفته شوه یا از لحاظ ژنتیک یا مثلا هیچ سی مساعد باشه یک شخص یا در فامیلش مثلا همین مشکل اساسات و مثلا استما یا نفس تنگی باشه، این اساسات اگر میگیره در اول میشه که به قسم آبریزی از قسمت بینی، بالاخره بندش بینی، بالاخره بندش گلو، گلو همراه گوش هم در ارتباط است، تست تیوب میشه که مشکلات گوش به وجود بیاره، بالاخره بره به طرف شش و برانش ها، در صورت که اگر لحاظ از هر لحاظی که مساعد باشه این شخص میتونه که اعراض و علائم تنفسی مثل نفس تنگی، زود خسته شدن، مثلا خستگی دوامدار به خاطر که اکسیژن کافی نمیگیرن یا زود نفس میکشن، میشه که دیهیدریشن یعنی آب وجودشان کم شوه، میشه باعث خستگی، بی‌حالی، تفرید فشار یعنی پایین بودن فشارشان، این همشان گنگسیت دمی رول داره. در صورتی که یک شخص به این هم باید اشاره شوه خوبتر است در این برنامه، میشه که امی الرژن که از طریق معده ما میگیریم، مثلا پروتین های مختلف مواد غذایی که مثلا ما در مقابل از این مثلا گرد خاکی که ما میگیریم، مثلا یک پروتینی که به در مواد غذایی ما میگیریم از طریق اگر در صورت که ما مساعد باشیم، میشه که امی باعث عین مشکل مثلا پوندیدگی و التهاب در قسمت میری شوه که بازو تیزاب میده بلند بره، اعراض و علائم میده را مثل از این که میشه که در نزدش دیسپیپسیا مثلا یا دردهای میده یا نفخ و باد میده یا تا مشکلات میری، یعنی از حساسیت بهشان به وجود بیاید. ولی این علائم که گفتم در بعضی ها یعنی بسیار فیصدی کم است، ولی در کل حساسیت های تنفسی یا مشکلات تنفسی زیادتر می باشه. به این ترتیب حساسیت های مشکلات جلدی زیادتر است که از خود علائم خود در موضعی می تواند در جلد خود یک شخص نشان بده مختلف است. بله، سپاسگزارم که دکتر صاحب زنده و سلامت باشن. تشکر از توضیحات بسیار زیبای شما. اجازه میخوام که هم اکنون شاید میان برنامه ای باشیم. دوستان اعضا ارجمند و بینندگان گرامی، اگر شما هم در خصوص حساسیت های فصلی تجربه ای دارید و یا مشکلی در این زمینه هست، میتونید با شماره تماس برنامه ما به تماس شوید و مشکل خود و یا پرسش خود در رابطه با موضوع حساسیت های فصلی در فصل خزان برای ما بفرستید که انشالله بتونیم به اتفاق دکتر صاحب برای شما بحث بگیریم. شماره تماس برنامه ما 0202511560 و همکنون باید شاهد میان برنامه ای باشیم. دوباره خوش آمدید میگم به همه شما عزیزان، عصرتان بخیر و ممنون از اینکه همراه برنامه ما هستید. در خصوص حساسیت های فصل خزان برای شما عزیزان صحبت کردیم، مشکلی که متاسفانه میتونه برای اغلب افراد زیبایی های فصل خزان و یا بهار به حداقل برسانه و هراسانن از اینکه مبادا فصل خزان از راه برسه و ای که دوباره این حساسیت ها در وجود ما افزایش پیدا کنه. بیشتر در رابطه با این موضوع برای شما عزیزان صحبت میکنیم. دکتر صاحب تشکر از صحبت های قبلی شما. چقدر میتونه این حساسیت های فصلی خطرناک باشن؟ ممنونتان. خب قسمی که قبلا اشاره کردیم، عکس العمل وجود انسان از یک شخص به شخص دیگر فرق میکنه.
ای که از لحاظ ژنتیک یا ارثی یک شخص مساعد باشه، ای که مثلا مترافق با او امراض تنفسی یا مشکلات تنفسی داشته باشه، یا یک شخصی که دوامدار سیگریت استفاده میکنه، دخانیات استفاده میکنه، این اشخاص زیادتر در معرض خطر هستند. یا کسایی که امراض مثلا دیابت دارن یا مثلا فشار بلند دارن و یا دیگه ریسک فاکتورها دارن، این اشخاص زیادتر در معرض خطر قرار دارن. بله، تشکر. آنچه مهم است دکتر صاحب اینه که ما بتانیم دستورالعمل‌ها و راهکارهای رعایت کنیم تا اینکه یا از میزان شدت بیشتر این حساسیت ها جلوگیری کنه و یا اینکه در کل یک معافیتی ایجاد شود تا اینکه ما درگیر این حساسیت های فصل خزان و سایر فصل ها همانند بهار که برای ما زجرآور است نشویم. چه راهکارهایی هست برای اینکه همانند یک سد مستحکم جلوگیری کنم از وجود ما در برابر این حساسیت های فصلی؟ چه کار باید بکنیم؟ بسیار خوب، یک شخصی که از لحاظ زی که مساعد است به حساسیت و یا حساسیت موسمی یا فصلی داره، کوشش بکنه که بهترین رایش، ارزانترین رایش همی است که مواجه سازی نکنه، به این حساب که جلوگیری بکنه، خود را محافظت بکنه از امو آلرژن یا منبهاتی که در محیط است، در جایی که است. خب میتونیم ما از جایی که زندگی میکنیم اندور مثلا او را در نظر داشته باشیم. یک شخصی که در مقابل بولن خود حیوانات اساس است، باید متوجه باشن که فرششان مثلا ای که بالشت و توشک یا ای که به خاطر زندگی معیشت خود استفاده میکنن او را ببینن، کسایی که حتی از لحاظ مالی در سطح خوب باشن باید تبدیل بکنن، یعنی امو لباس خود، البته امو جایی که زندگی میکنن با سالهای سال نمانند، یعنی تبدیل بکنن که میخواد کهنگی هم در این رول داره، یا مثلا مواجه به فصلی است که خودش اساس در مقابل آلرژنی است که دمو وقت مثلا وقت برگریزی است، وقت خزان است، امو پولنی که در فضا منتشر میشه از امو به او مواجه نشه، به خاطر که در خانه محفوظ باشه میتونه که البته کلکینای خود بسته بکنه، بسته نگاه کنه، یا ای که مثلا امو از لحاظی که ما در بعض مقابل بعض اشخاص در بعض مقابل بعض پروتین ها اساس هستن، با البته غذایی که میگیرن یا ای که تست کرده باشن که در مقابل این غذا یا مثلا در مقابل این مربی ما اصلا اساس هستم، از او دوری بکنن در خوراک خود. یعنی قبلا برایشان همه اینایی که شما فرمودین تجربه شده یا حال خوشبختانه توابط به این سویه رسیده که میتونه امو توسط تست یا آزمایش امو اساساتش که ای که در مقابل خوردنی داره یا در مقابل ازی که مثلا در مقابل گرد و غبار و پولن و هر چیزی که هست داره او را مشخص میسازه، میتونه از امو دوری بکنه، بهترین و ارزانترین رایش همی است. در صورت که بایی البته شنو شد میتونن از تعاملات بیرون از منزل ما، یعنی تعاملات با افراد و با اجتماع را به نظر شما چه کار باید کنیم؟ آیا واقعا در اون فصلی که احساس میکنیم حساسیت ما داره دوباره شکل میگیره، استفاده از دستکش و ماسک هم میتونه با ما کمکی کنه یا خیر؟ بسیار نقطه مهم. یک شخصی که قبلا گفتیم که حساس است، او میتونه که طبیعتا که یک شخص هم میتونه امو پولن آلرژی به یک شخصی که حساس است انتقال بده، یا مثلا مواشی حیوانات که قبلا اشاره کردیم، یا یک شخص بیرون مصروف کار خود است، وقتی که خانه میاد میتونه با تبدیل نمودن لباسش که البته حتما امو آلرژن که خود آورده، امو منبع اساس مقابلش هست، همراه خود هست، او را تبدیل بکنه، یک شاور یا حمام بگیره و البته چیزی که لازم است قسمی که شما اشاره فرمودین در بیرون میتونه از ماسک استفاده بکنه که رای بسیار خوب و ارزانش هست، به این لحاظ میتونه او شخص خود حفظ بکنه از منبع آلرژن
بهترین راه آسان ترین راهش هم هست. تشکر. حالا بنا به هر دلیلی یا این که ما اشاره کردیم راههای جلوگیری و وقایعی وجود داره که مثلا دستورالعمل هایی است که ما اگر رعایت کنیم کمتر دچار این حساسیت ها میشیم یا اصلا نمیشیم، یا اگر ممکن ما داریم حساسیت های فصلی تجربه میکنیم ممکن است که درمان از طریق دوا هم بتونه مؤثر واقع شود. اما با پایان دوره درمان بنا به هر دلیلی ممکن هست که سال بعد باز هم فرد دچار حساسیت شود یا خیر؟ بدون شک، خب در صورتی که یک شخص در مقابل امو آلرژن خاص حساس است، نظر به موسم، نظر به اینکه مثلا در محیط امو منابع وجود داره، ری اکسپوز یا دوباره مواجه شوه، طبیعتا از خود عکس العمل نشان میده. خب در توابت طبیعتا ما میتونیم از دواهای انتیستامینین یا ضد الرژی استفاده بکنیم، ولی خوشبختانه کسایی که حساسیت های دوامدار داره، به او اندازه که نفس تنگی دوامدار داره، ای که مثلا زجر دهنده است یا به هر دلیلی که مثلا مشکلات جلدی دارن دوامدار، و میتونن توسط ایمینوتراپی به این معناست که یعنی امو راه و تداوی از طریق معافیت تداوی معافیتی بر خود البته بگیره که باز برای 6 ماه یک سال تا نظر به مو حساسیت و الرژنی که داره فرق میکنه. یک شخص میتونه مثلا خو اصلا مو موادی که البته ما ایمینوتراپی میکنیم یا معافیت دوایی معافیتی میکنیم، اون مو الرژن یا منابع را از طریق زرقی ما به شخص زرق میکنیم بارها تا که بالاخره او شخص دیسنتیسایز شود، به این معنی که در مقابل امو معافیتش در مقابل امو منبع یعنی به احساس شود، این واکنش مثبت دیگه نشان نده، نشان نده او شخص معاف است دیگه در مقابلش یعنی اگر رای طولانی یا رای که واقعا یک شخص زیاد مشکل داره میتونه این را تعقیب بکنه، ولی یک شخصی که زیاد مشکل نداره به یک مثلا یک فلو یک ریزش یک دمای یک 2-3 روز مواجه میشه یا به مو آلرژن مواجه میشه، میتونه توسط ادویه ضد حساسیت که ارزان داد استرس است استفاده بکنه و خوب شد. بله تشکر دکتر سبزایران. تماس داشتیم و بیننده عزیزی و تماس شدن بدون درج نامشان و اینکه چه سن و سال دارن و چه جنسی دارن، پرسیدن از شما که نسبت به عطر و گرد و خاک حساسیت دارن و این حساسیت باعث میشه که بدون وقفه 20 یا 30 بار عطسه بزنن، چه کار باید بکنن به نظر شما؟ خب قسمی که من قبلا هم اشاره کردم به تزی بیننده ما، میتونن که از او الرژن یا امو منبع خود دور نگاه بکنن. خب میدونن که مثلا اسپری یا عطری که است در مقابل از او حساس است میشه استفاده نکنه و در میشه امو الرژنی که در محیط است از او دور باشه، یا مواد غذایی که میگیره به هر صورتش دوست ما مثلا که زنگ زدن حتما خوسن سالشان یا ای که مثلا در تمام سال حساسیت دارن یا مثلا در ماهای مشخص سال حساسیت برشون به وجود میاد، خب فکر میکنم امو در مقابل امو چیز مشخص است مشکلشان از دوری بکنن، و در صورتی که مشکلشان رفع نمیشه یک دوام پیدا میکنن میتونن از ادویه ضد استامین ضد حساسیت استفاده بکنن برای چند روز، ادویه هایی که البته با مشوره دکتر متخصص آلرژی. یعنی هستامین مشخصا منظور شماست؟ میتونن از مثلا هستامین استفاده بکنن، از ادویه ضد حساسیتی مثلا لوراتیدین استفاده بکنن که از طریق چیز البته ما مشخص اگر بهتر باشه که امرای متخصص مربوطه، چرا که بعضی ادویه ها خواب آور هستن، یک شخص مثلا از صرف روز مثلا مصروف هستن یا مثلا درایور هستن، خب نظر به حالت و وضعیت هر شخص فرق میکنه. در کل ما میگیم که ادویه یا تبلت های ضد حساسیت گرفتن میتونن که برو میتونن مشخص بکنن دیگه، ان شاء الله این مشکلشون رفع میشه. بله تشکر، زنده و سلامت باشن دکتر سه، و سپاسگزاری ویژه از توجه همه شما عزیزان. با هم دیگه باز هم شده بخشی باشیم و ان شاء الله در بخش سوم سعی میکنیم به دارو درمانی و همچنین اگر درمان های خانگی هم برای حساسیت های فصلی وجود داشت صحبت هایی را کنیم.
خب دوستان عزیز ارجمند، بخش سوم برنامه است و بدون فوت وقت میریم سراغ ادامه صحبت در خصوص دارودرمانی و درمانهای خانگی در رابطه با حساسیت های فصل خزان صحبت میکنیم. دکتر صبح در خدمت شما هستیم، بفرمایید. شکر. خب قسمی که من قبلا اشاره کردم، دارو درمانی وجود داره، خوشبختانه به خاطر حساسیت ها و همچنین ایمینوتراپی یا البته تداوی از طریق معافیت یا دیسنسیزایشن یا البته زدودن حساسیت یک شخص، البته که وقت طولانی را در بر میگیره. راه های جلوگیری، خب در اول قسمی که ما قبلا اشاره کردیم، عدم مواجهه با مو آلرژن یا منبهاتی که است، بله، بهترین و ارزانترین راهش است. در قدم دوم، در صورتی که یک شخص مشکلاتش زیاد است، مثال میبریم، در صورتی که یک شخص رینیت داره، یک رینیت داره، مثلا یک التهاب در قسمت بینیش است، آبریزی داره، بالاخره بندش بینی داره و مشکلات گوش و چشم یا برش به وجود میه، آزار دهنده است، طبیعتا امرای دکتر متخصص باید مشوره بکنن و امو ادویه ضد حساسیت خود بگیرن. و در صورتی که اشخاص هستن که حساسیت های جدی دارن که منجر به نفس تنگی هایشان میشه، یا حساسیت هایشان مثلا از طریق تنفس، یا ای که مثلا مشکلات دامدار جلدی دارن، به قسم حساسیت در جلدشان به وجود میاد که زیاد دوام میکنه، در اون صورت هم باید امرای دکتر متخصص باید مشوره صورت بگیره و دوا بگیرن. دوای مشخص هست به خاطر کمی منبهات آلرژن بلاک کرده باشن، یا ای که مثلا امو معافیتشان بلند کرده باشه، دواهایی است که معافیتشان بلند میکنن. و به می ترتیب در صورتی که در حالتهای خاص یک شخص که نفس تنگی شدید سیور است، مایا شدید نفس تنگ است، یا ای که شدید مشکل داره، با مشوره دکتر میتونن از استریت نظر استریت از طریق همی انهلارهایی که از طریق بینی میگیرن از او استفاده کنن، در صورت که نشد میشه موضعی و سیستمیک یا اورال بگیرن، البته با مشوره دکتر به یک مدت کم که و هم از خود عوارض جانبی خود داره. بله، تشکر. چون داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، دکتر صاحب درمان خانگی یا حالا رژیم غذایی مشخصی هم برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟ بله، درمان خانگی قسمی که قبلا اشاره کردم، میتونیم ما ببینیم که در خانه امرای چی اساس است یک شخص، یا ای که مثلا دور و بر اطراف خود ببینه. در صورتی که بیرون کار میکنه، میتونن بیاین در خانه، مثلا وقتی که میاین لباس خود تبدیل بکنن، مثلا شاور بگیرن، در بیرون که هستن از ماسک استفاده بکنن، یا در خانه مثلا مشکل برشون پیدا میشه، میتونن از مایعات گرم استفاده بکنن در خانه، یا مثلا مشکلات در چشمشون به وجود میاد، چشمشون سرخ میشه، آبریزی پیدا میکنه، دفعتا مثلا دوا و چیز در دسترسشون نیست، میتونن مثلا از کول کامپرس یا امو مساج های سرد که البته با توسط یک تکه بسیار محفوظ باشه، یعنی پاک باشه که باعث منتن یا منتن شدن چشم نشه، و کامپرس بکنن تا که امو سرخی و پوندگی آشان خوب تر شوه. و بعض اشخاص هستن که ما قبلا اشاره نکردیم، میشه که در توسط از این اساسات ها حتی مشکلات زیاد در نزدشان به وجود بیاید، مثلا پوندگی تمام وجود به وجود بیاید بر نزدشان، یکی که او در اون صورت اساسات های بسیار پیش رفته است که او را باید نزد دکتر مراجعه بکنن و سراغ کنن مشکل خود را زودتر انشاءالله تداوی شد. بله، تشکر. پایان برنامه است. صحبت پایانی شما در خصوص فصل خزان و حساسیت های فصل خزان و او تغییرات و هوایی که وجود داره میشنیم و انشاءالله بعد از او از حضور شما خداحافظی کنیم. بسیار تشکر. پیام مشخص ما به بیننده عزیزی است که کوشش بکنن، حال فصل خزان است و شروع فصل خزان است، سموک، دود، گرد و غبار، همه ما شما مواجه هستیم، و ایرم خوشبختانه که رسانه ها وجود داره، اینترنت است، روزی که زیاد مثلا آلودگی یا پولوشن هوا زیاد است، در روز اگر مجبوریت نباشه بیرون نبراین، مثلا در روز در جریان روز زیادتر تثبیت شده که در وسط صبح و وسط بعد از ظهر که مثلا از طرف صبح همی ساعت های 6 و 7 و 8
صبح و البته بعد از ظهر همی ساعتای 4 تا 7 پولوشن یا آلودگی هوا بیخیز به نهایت زیاد است، میتونن خود مواجه نکنن، میتونن از ماسک استفاده بکنن و ورزش خود بکنن، مایات کافی بگیرن، مایات البته میواجات بگیرن و خود وقایه و تدایی. تشکر، زنده و سلامت باشن دکتر صاحب. یک دنیا سپاس از معلومات بسیار زیبای شما. با شما عرضی موفقیت و سلامتی میکنم. شما از ارجمند به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارستم مطالب امروزی مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. جمعه همراه با شادی و نشاط و آرامش داشته باشید و تا روز شنبه همه شما رو به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و مددگار همه شما.